سلام و درود بچه ها، چطورید؟ من علی اگزو هم. خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. همونطور که میدونید بچه ها، قراره که چمپیونشیپ دوباره بیاد و مسابقات برگرده و جوایز خیلی نفیسی هم قراره بهتون بده. این سیزن فوق‌العاده است، حتما حتما تا آخرش رو ببینید. بهتون میگم که چیکار بکنید، کجا ثبت نام کنید، نحوه ثبت نام هم بهتون میگم. از تا آخر من همراه باش. دو تا اتچمنت خفن هم برات گذاشتم، یکی AK117، یکی هم M4 خیلی خفن گاز برات گذاشتم اتچمنت. پس حتما تا آخرش رو ببینید بچه ها. خب چه خبره بچه ها، چیکار میکنید؟ خوش میگذره بهتون؟ نمیدونم حالا ویدیوهای قبلی رو نگاه کردید یا نه بچه ها. ویدیو قبلی رو حتما همین الان بعد از این دیدن این ویدیو برید ببینید، برای استام زدنتون خیلی کمک میکنه بهتون. خیلی استقبال زیادی شد، واقعا دمتون گرم. حتما حتما بچه ها کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و اون نوتیفیکیشن اون بالا رو اگر نزدید بزنید. هر موقع ویدیو میذارم براتون نوتیفش ارسال بشه که بدونید من چه موقع ویدیو گذاشتم. حتما حتما اونم فعال کنید. کامنت های علی اگزو قلبم مثل همیشه بهتره کنید. خیلی دوستتون دارم. آی لاوی. خب بریم سر اصل مطلب بچه ها. چمپیونشیپ همونطور که میدونید توی مولتیه فقط و مسابقاتیه که به قول معروف پس از چند مدتی دوباره برگزار شد. الان خیلی مدتی هست، شاید بگم بالای 3-4-5-6 ماست که چمپیونشیپ نداشتیم و الان دوباره چمپیونشیپ برگشته. خیلی خوشحالم از این بابت. ببینید بچه ها، شما باید برای اینکه بخواید ثبت نام بکنید، ریجنی که انتخاب میکنید رو بهتون میگم چیکار کنید. یه لحظه باشید، الان اینجا نشونتون بدم. بچه توی قسمت مچ یا رنگ که میرید اون بالا نمیشه ورد چمپیونشیپ 2023 میزنید روش، این صفحه براتون باز میشه. 4 روز و 22 ساعت دیگه بازی، به قول معروف ایمو میتونید چمپیونشیپ رو بازی کنید. حواستون باشه حتما حتما، حالا توی ویدیو کاملتر بعدا براتون توضیح میدم وقتی که اومد که چه ریجنی رو انتخاب کنیم که هم بتونیم بازی خوبی داشته باشیم، هم پلیرامون پلیرای رو تیم روبرومون خیلی خفن و سم زیاد نیافتن که ما بتونیم جوایزش رو بگیریم. من فکر میکنم اگر تا الان سی پی تا الان میخواستی بگیری و نگرفتی، با بازی تلاش کن و بگیر، چون قرار فکر میکنم 10 کار رو قشنگ بهتون بده جایزه. نمیدونم، هنوز پیش بینی ندارم راجبش، ولی فکر میکنم مثل همیشه یه 10,000 تا سی پی بهتون برسه. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه جوایزی رو بهتون میده، چون من هر چقدر میزدم روش نمیتونستم ببینم. ویدیو بعدی که حالا تقریبا 4 روز خورده دیگه که شروع شد چمپیونشیپ مسابقات، اونجا بهتون میگم دقیقاً میخوام بیاد که نشون بدم، چون الان نمیتونستم نشونتون بدم که چی رو بزنید، چه ریجن انتخاب کنید و چه سروری بیافتید که بخواید راحت تر وین کنید. حالا بعدا نشونتون میدم که خود بازی هم 4 روز دیگه اوورد، اونا بهتون حتما یادتون باشه تو کامنت ها بگید بهتون نشون بدم. ببینید بچه ها، برای چمپیونشیپ یه تیم خیلی خوب از همین الان برای خودتون داشته باشید. 5 نفر مولتی که هستید، هیچ یک نفر دیگه باید داشته باشید برای ثبت نام. به خاطر این میگم که چون یه نفرتون اگر نتونست بیاد، اون یکی باید بازی رو به قول من جای اون پلی بده. حتما حتما از همین الان 6 نفر به جز خودتون 5 نفر برای خودتون آماده نگه دارید. انتخاب کنید 5 تاتون رو و تیمتون رو از همین الان ببندید و بازی کنید، تمرین کنید که این سی پی های مجانی که خیلی خفنه رو بگیرید. و یک تجربه خیلی تلخی که من از چمپیونشیپ داشتم، ما فکر میکنم رتبه 3-4 گرفتیم تو کل حالا اون ریجنی که داشتیم تو جهان. سی پی هاشو بچه به من نداد. چرا؟ چون بن خوردم، به خاطر اینکه همه بازی ها رو ما بردیم و به خاطر نمیدونم چی بود چیت بود چی بود ریپورتمون کردم و نتونستم، اکانت من نتونست اون 10,000 تا رو بگیری. هرچند از بنی در اومد و بعد از بن در اومدن اومدم بزنم روش، دیگه نمیتونستم بیام چون نوشته بود اکانت شما بنه. و حواستون باشه خیلی درای آردم پلی بدید، بن نخورید. این موضوع رو دارم از همین الان بهتون میگم، چون یکی 2-3 بار برام پیش اومده بود، حتی فرگم اکانتش بچه بن شد سر چمپیونشیپ و خیلی از پلیرهای خیلی خفن دیگه که اکانتشون بن شد و برگشت ولی سی پی رو نتونستن بگیرن. حتما حتما این نکته رو بچه یادتون نره. خب حالا بریم سر مبحث بعدی بچه ها. از همین الان دامینشن هارد پوینتتون رو تمرین کنید و تیم دست مچتون رو. تیم دست مچ توی چمپیونشیپ خیلی ساده تره بچه ها. تعداد کیلش حالا به قول من رو فستانی هارد پوینت نیست، شما فقط باید کمتر بمیرید، میتونید کمپری هم بازی کنید.
من پیشنهاد میکنم اگر آنچنانی پلیر تیم ندارید که بخواید راش بدید و خیالتون راحت باشه، چون میگم تیم پیدا کردن سخته، توی کامنت برام بنویسید حالا یه موقع تیم خواستید بچه ها همدیگر پیدا کنید دیگه، از همین الان انتخاب کنید خودتون. میدونید چیه بچه داستان، وقتی تیم نشته باشید توی تیم دسمچ بازم راحت تر میتونید پلی بدید، چون راش نمیدید کمپ میکنید و بازی رو میتونید ببرید. بازیکنانی افتادن جلومون که اصلا بازی بلد نبودن ولی انقدر کمپری بازی کردن، اتچمنت اینفورم برات گذاشتم اسکرین شاتشو بگیرم الان چیک بزن روش، داشتم میگفتم انقدر کمپری بازی کردن نزدیک بود بازی رو ببازیم و شما چند تا فرصت دارید اگر بیشتر از اون تعداد بازی رو ببازید. حالا توی ویدیو بعدی اینو باید کامل بهتون بگم، تصویر نشو بدم جوری نمیشه. شما اگر چند تا بازی رو ببازید، تیم‌های قبل تر از شما که بازی رو کردن و بازی بیشتری می‌گرفتن و لوز کمتری دادن، اونا میان بالاتر. شما جزو تاپ 10 باشید بازم خیلی خوبه، جوایز بهتون میده. موردی که هست بچه، حالا جوایز رتبه بندی داره، اگر رتبه 1 بگیرید بیشتر جایزه میده، 2 بگیرید مثلا انقدر، مثل واقعیت دیگه جام جهانی اینا مثلا دیگه چجور جایزه میدن که مثلا یکی میتونن کاپو میگیره، یکی ایش نمیدن چی مدل چی بهش میدن اینجوری. و حالا یک مورد خیلی اساسی و بسیار مهم بچه ها، چمپیونشیپ باعث بانیش اکتیویژنه و دمش گرم که این کار کرد، داره کاری میکنه که پلیرهای کال آف دیوتی موبایل سعی بکنن که مولتی رو بیشتر بازی کنن و چرا توی بتل نداده. واقعا از خودم سوال دارم، حالا مثلا شما این پرسید دیگه قطعا خودتون، چرا به بتل نمیرسه؟ چرا؟ چون چمپیونشیپ مولتی خیلی سخت‌تره و نمیتونه 100 تا پلیر ساپورت کنه، 5 تاست و 5 تیم رو به روه و همزمان دارن با هم بازی میکنن، چلنج پیش میفته و خیلی بازی خفنی میشه. و کسایی که تا الان بتل پلیر بودن حتما تمرین مولتی داشته باشید، آموزش های من رو برید ببینید، اونایی که دادم توی مولتی اسنایپ هر چیزی اونا رو داشته باشید. و یک پیشنهاد دوستانه دارم بچه بهتون، حتما دو تا اسنایپر با خودتون، یکی دو تا اسنایپر داشته باشید و از تریپ ماین کثیف کاری هم استفاده بکنید. من اینجا بهتون میگم چون میخوام جایزه رو ببرید، سی پی آر رو ببرید، اگه نمیخواید ببرید من اصلا پیشنهاد نمیدم، چون دوست دارم یه سی پی های زیادی هست تعداد بالا بگیرید. حالا کاراکتر بهتون میده، نمیدونم اسکین های خفن میده، دوست دارم حداقل توی این چمپیونشیپ شما هم بتونید یه جوایزی به خودتون ببرید، اگر که پلیرید که اصلا یه نیازی به تریپ ماین نداره، شما میتونید با خیال راحت کاملا ایزی برید و بازی ها رو ببرید. و از همه مهمتر بچه ها، اسکور استریک اگر مثل من دامی هارپون پلی میدید بهتون باشه، اسکور استریک باید دو نفر سبک بردارن از اینا که یو ای وی میزنه، هانتر هیلر، نمیدونم شکارسی، اینا که کوچیکن و شما بیشتر نیاز به پوینت ندارید، من دو تا کیل بزنی سه تا چیز در مثلا شکارسی در میاد، نمیدونم یو ای وی بعد برداری، حالا خیلی دقایق مختلف داره. و پیشنهاد من به شما اینه که دو تا اسکور استریک سبک بردارید و سه نفرتون هم اسکور استریک سنگین بردارید. سنگین خیلی مهمه، مثلا اونایی که بیشتر پوینت میخواد، ویتول نه، ویتول پیشنهاد نمیدم بهتون، و سعی کنید کمتر بمیرید، این باعث میشه که شما ناخودآگاه بازی ها رو وین کنید. اگر نمردید و کمک کردید به تیم میت، تیم میتتون هم مجبور میشه که به اون صورت راش اشتباه نده و خیالتون راحت میشه که بازی رو ببرید. بچه ها خواهش میکنم بعد از دیدن این ویدیو برید ویدیوهای قبلی رو ببینید، نه به خاطر اینکه من ویو بگیرم، به خاطر اینکه این چمپیونشیپ رو از دست ندید و خدا وکیل نتایجش رو بعدا میگید علی یک جو دمت گرم چه آموزش هایی دادی، واقعا کاربردی بود، فلان بس بیسار بود. شما اگر آموزش های کافی رو ندونید توی، حالا اینا بیشتر برای کسایی میگم که حالا بتل بازم، مولتی بازم داریم که نیازه که این ویدیو رو ببینه ها، ولی اونایی که بتل بازن و چیزی از مولتی به اون صورت نمیدونن، حتما اون ویدیوهای منو ببینید، بهتون کمک میکنه رازهای موومنت و نمیدونم اسلاید کنسل چیه، چه زمانی ما پیک بدیم، 5 تا اشتباه معگوار رو ببینید، 10 کوین برتر سیزمون جدید ببینید، 10 کوین لیدر بودی رو ببینید که من رفتم باش لیدر بود، اونا رو برید ببینید دونه دونه و تمرین بکنید. امیدوارم که موفق باشید. حالا منتظریم که خود چمپیونشیپ تقریبا حالا چیزی که امروز دیدیم 4 روز و نمیدونم چند ساعت و 23 ساعت بود دیگه، آره بعد از این که اومد من نشونتون بدم که چه ریجنی رو انتخاب کنید و کجا کدوم سرور بازی کنیم که بازی راحت تری بیفته و کی استارت بکنیم. یه نکته هم بگم، هر کسی که زودتر بازی رو شروع بکنه، بازی مقدماتی نه، دور دومو دارم میگم که همه تیمیان مثل کلن میمونه، کلنواری میمونه،
اونو اگر شما زودتر بازی استارت بکنید و وین بکنید، شما اولویت میشید حتی اگر همه بازی رو ببرید. خیلی مخلصیم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. میبینمتون ویدیو قبلی هم ببینید. خدا نگهدار.